هفتمین روز آبان ماه برابر با 29 اکتبر سال 1162 خورشیدی برابر با 1783 میلادی، در گذشت ژان دالامبر، ریاضیدان فرانسوی که در پاریس به دنیا آمد ولی پدر و مادرش او را کنار کلیسایی در پاریس رها کردند. یک زن که همسر یک شیشه فروش بود از او نگهداری کرد و به تربیت او همت گماشت. این پسر سرراهی پس از طی تحصیلات متوسطه به تحصیل طب و حقوق پرداخت ولی پس از چندی به ریاضیات علاقمند شد و به مطالعه و تحقیق در آن روی آورد. دالامبر در 22 سالگی با انتشار مقاله‌ای درباره حساب انتگرال خود را شناساند و پس از چندی به شهرت رسید. او در سالهای بعد کارهای علمی خود را ادامه داد و قضیه معروفش در ریاضیات و جبر را ارائه کرد که بر اساس آن که به نام مبتکرش دالامبر خوانده می شود، هر معامله جبری یک جواب دارد. سال 1295 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، در گذشت ارنست ماخ، فیزیکدان و فیلسوف اتریشی که پس از اتمام تحصیلاتش به تدریس پرداخت. ماخ در این هنگام به انتقاد از اصول مکانیک کلاسیک مشغول شد و تئوری‌های جدیدی وضع کرد که به نام خود او معروفند. وی در زمینه فیزیولوژی و روانشناسی احساس‌های انسان و به ویژه رابطه آنها با نظریه علم نیز دست به تحقیق زد. ماخ یکی از بنیانگذاران مکتبی به شمار می‌رود که بر اساس آن فلسفه واقع بینانه مبنی بر تجزیه و تحلیل احساس‌ها و عواطف انسانی می‌باشد. هرچند که ماخ در علم فیزیک صاحب نظر و استاد بود، با این حال بیشتر به عنوان فیلسوف علم شهرت دارد. وی معتقد بود هر نظریه علمی که اشاره‌ای به اشیایی داشته باشد و نتوان آنها را به تجربه‌های حسی بازگرداند مردود است. سال 1334 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، تصویب قانون مبارزه با کشت خشخاش در مجلس شورای ملی. تا قبل از این سال به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، هرچند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیادآور رو به افسونی بود و در واقع مصوبه‌های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا اینکه با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد برداشته شد. این حرکت در نخستین گام‌ها به قدری حرکت جدی به شمار می‌آمد که ایران در تبصره واحده قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تهدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک بر این امر تأکید کرد که الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش نخواهد داشت. متعاقباً آیین‌نامه این قانون نیز به تصویب رسید.